اینکه چه ساعتی ویدیوهاتون رو آپلود میکنید تاثیر مستقیمی روی اینکه چقدر بازدید میگیرید داره. اگه ساعت اولیه انتشار ویدیوتون ویو کمی بگیرید، مطمئنا یوتیوب ویدیو شما رو کمتر ساجست میده و در نهایت اون ویدیوتون بازدید کمی میگیره. پس خیلی مهمه که بهترین زمان انتشار ویدیو خودتون رو بدونید و در ادامه توی این ویدیو بهتون نشون میدم که چطوری بهترین ساعت انتشار ویدیوتون رو برای کانال خودتون به دست بیارید. اگه اولین بار منو میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و بریم ادامه ویدیو. خب اول وارد یوتیوب استودیو میشیم، اینجا از بخش سمت چپ روی آنالیتیکس میزنیم و اینجا بررسی میکنیم که بهترین زمان برای آپلود چی هستش. البته اینجا دوتا جا هستش که شما میتونید اون رو ببینید. من اولین روش رو بهتون نشون میدم. اولین روش اینه که شما بخش آنالیتیکس که میشید، اینجا نوشته که 48 ساعت گذشته شما 3000 تا بازدید داشتید. حالا اینجا ما باید بخشای پیکش رو ببینیم، در واقع جاهایی که بیشترین بازدید رو داشته رو بررسی کنیم و ببینیم چه ساعتهایی ما بیشترین بازدید رو داشتیم. می‌بینید که اینجا بین ساعت‌های 5:30 تا 6:30 ما بیشترین بازدید رو داشتیم. می‌بینید اینجا اگه بررسی کنیم بیشترین بازدیدمون این ساعت‌ها هستش که دیروز ساعت 5:30 تا 6:30 بوده. خب برای این کانال هم همینه، حالا برای کانال‌های دیگه مطمئنا فرق می‌کنه، برای کانال دیگه هم ساعتش کاملا متفاوته. ساعت 5:30 تا 6:30 ما تو این ساعت ها آپلود نمی کنیم. ما چند ساعت قبلش، یعنی اینجا مثلا ساعت 3:30-4 آپلود می کنیم، در واقع 1-2 ساعت قبل از رسیدن به این پیک آپلود می کنیم تا زمانی که توی این پیک بهترین و بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. خب روش اول این بود، ولی روش بهتری که خود یوتیوب استودیو محاسبه می کنه که چه زمانهای بیشترین اینتراکشن رو داشتید. اینتراکشن منظور اینه که لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر و ویو شما هستش که توی این زمانها شما میتونید بیشترین بازدهی رو داشته باشید و بالاترین ویو رو بگیرید. خب اینجا من بخش آدینس میشم. اینجا میبینید که when your viewers on YouTube میگه چه زمانهایی مخاطبای شما روی یوتیوب آنلاین هستن. میبینید که ساعتها رو ببینید بر اساس رنگ نشون داده. ببینید جاهایی که رنگش پر رنگ هستش یعنی بیشترین مخاطب رو داره و حتی بر اساس روزم گذاشته. ببینید دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. ببینید حالا ما شاید نتونیم بر اساس این بتونیم محاسبه خودمون انجام بدیم، ولی حالا من با استفاده از یک افزونه میتونم بهترین ساعت رو برای این اساس پیدا کنم. افزونه که معرفی میکنم افزونه تیوب بادی هستش که اگه توی گوگل جستجو تیوب بادی اینجا سایتش میاد و میتونید نصبش کنید. حالا بعد از اینکه نصب کردین این صفحه رو رفرش کنید، اینجا ریکامندیشن یا پیشنهادات رو نوشته که چه زمانهای شما آپلود کنید. ببینید بر اساس روز نوشته، گفته اگه هفتگی آپلود میکنید بهترین زمان هفته بر اساس روز ساعت ایران نوشته، جمعه ساعت 9 بعد از در واقع 9 شب هستش. ببینید پی ام یعنی بعد از ظهر، حالا 9 شب بهترین زمانی هستش که شما میتونید آپلود کنید. حالا اگه روزانه میخواین بفهمید که چه زمانهای از روز بیشترین بازدید دارید، ببینید که بیشتر ساعت 9 رو نشون میده. پس بهترین ساعت آپلود کانال من 9 هستش. حالا من میتونم یه ساعت قبلش هم حتی آپلود کنم، مثلا ساعت 8 آپلود کنم، 9 آپلود کنم، ولی بهترین زمانش رو نوشته 9. پس بهترین زمان آپلود کانال ما 9 هستش برای این کانال. برای بعضی از کانال ها ممکنه متفاوت باشه، پس برای کانال خودتون باید شما برید بخش آنالیتیکس، آدینس و اینجا این بخش کامل ببینید که چه ساعتی مناسب. حتی برای لایف استریم شما هم مناسب، مثلا میخواین یه لایف بذارید و بیشترین مخاطب رو داشته باشید. برای خیلی از پلتفرم ها مثل اینستاگرام، تیک تاک این به صورت جداگانه داخل خود این سایتش نیستش، در واقع شما باید با استفاده از ابزارهای دیگه این رو بررسی کنید، ولی خود یوتیوب اینجا با استفاده از پلاگین شما میتونید مشخص کنید. بازم میبینید که مثلا نوشته ساعت 9 هستش ولی برای یک شنبه ساعت 10 بهترین زمانی که میتونید بازدهی بالایی داشته باشید و مخاطبای زیاد داشته باشید. چرا اینقدر تاکید میکنم روی این؟ چرا که
شما توی این زمانها میتونید بیشترین ویو رو بگیرید و اگه توی ساعت‌های اولی بیشترین ویو رو بگیرید، این سیگنال رو به الگوریتم یوتیوب میدید که یوتیوب ویدیو شما پرمخاطبه. اگه ویدیو شما پرمخاطبه باشه برای یوتیوب چه منفعتی داره؟ منفعتش اینه که کاربر هر چقدر ویدیو شما رو بیشتر ببینه، تبلیغات بیشتری هم میبینه، از یوتیوب خوشش میاد، میبینه که محتوایی که توی یوتیوب هستش خوبه، بنابراین ویدیوهای دیگه تو داخل یوتیوب رو میبینه. و این کار به یوتیوب که یه بیزینس دیگه، یوتیوب میخواد درآمد کسب کنه از این راه، میخواد تبلیغات بیشتری رو به کاربر نمایش بده و از این طریق هم درآمد یوتیوب بیشتر میشه، هم درآمد شما بیشتر میشه و هم کاربری که توی یوتیوب ویدیوها رو میبینه، محتوا رو مصرف میکنه، لذت میبره. پس یه قضیه برد برده و شما باید بهترین زمان آپلود ویدیو خودتون رو از این طریق، از این دو راه به دست بیارید. اگه دوره پولسازی در یوتیوب هم شرکت نکردید، حتما این 5 جلسه رایگان رو ببینید. این 5 جلسه کاملا رایگان، شما 0 تا 100 یوتیوب رو کاملا توی این 5 جلسه یاد میگیرید، در واقع اصول کاربردی که برای درآمدزایی و ساخت یک کانال یوتیوبی قدرتمند رو نیاز دارید و داخل این 5 جلسه خدمتتون گفتم که از این لینک میتونید توی این دوره شرکت کنید و ویدیوها رو سریعا ببینید. خب حالا من بازم برم بخش اوورویو. اینجا میبینید که ساعتی که برای ما مشخص کرده بود 5.5 تا 6.5 بود. اینجا گفته که بیشتری پیک رو این زمانها داشته. حالا میبینید که این ساعت با ساعتی که توی آدینس وجود داشته فرق میکنه. حالا شما شاید بگید که من چه زمانی آپلود کنم؟ بهترین زمان آپلود رو دقیقا همین بخش نشون میده و شما باید زمان آپلود خودتون رو بر این اساس تنظیم کنید. و اینجا همونطور که دیدید بهترین زمان ما ساعت 9 بود. دیدید که به همین راحتی با استفاده از یوتیوب استودیو، با استفاده از امکاناتی که یوتیوب در اختیار ما قرار داده، میتونیم بهترین زمان آپلود ویدیو خودمون رو بدونیم. حالا شاید شما بگید که من کانالم تازه تأسیس شده و هیچ ویدیویی حتی ندارم و مطمئناً این آماری که نشون دادم داخل یوتیوب استودیو شما نیست. بله، اگه تازه فعالیت کردید مطمئناً این آمار رو ندارید و نمیدونید دقیقاً چه زمانی ویدیو رو آپلود کنید. بر اساس تجربه من بهترین زمان انتشار ویدیو برای کانالهایی که تازه تأسیس شده داخل ایران ساعت 6 به بعد، یعنی ساعت‌های 6 7 8 یا نهایتاً ساعت 10 هستش. پس بین ساعت 6 تا 10 بهترین زمان برای آپلود ویدیوهای شما هستش. پس اگه این آمار رو ندارید مطمئنا این زمانها بهترین زمانها برای شما هستش و بالاترین بازدهی و بازدید رو خواهید داشت. حالا شاید بگی که من تو این زمانها اصلا امکان دسترسی به اینترنت یا سیستم یا گوشی یا کلا نمیتونم این زمانها رو آپلود داشته باشم. خب یوتیوب خودش یه گزینه براتون قرار داده که شما میتونید به صورت زمانبندی شده منتشر کنید، یعنی نیاز نیست که همون مثلا ساعت 6 شما آنلاین باشید. مثلا میتونید صبحا آپلودش کنید و اون رو روی زمان بندی بذاری و خودش خودکار ساعتی، مثلا همون ساعتی که شما مشخص کردید، همون تاریخی که مشخص کردید، ویدیو شما پابلیک میشه. پس و هیچ تاثیر منفی روی سئو ویدیو شما یا بازدید ویدیوهاتون نداره. پس شما میتونید زمانی که ویدیوتون آپلود کردید بخش نهایی اونجا اسکجول رو بزنید و اونجا زمان و تاریخ رو مشخص کنید و ویدیو خودتون رو ذخیره کنید. در این صورت ویدیوتون سر ساعت طبق زمان ایران، تایم زون ایران منتشر میشه و هیچ مشکلی برای ویدیوتون پیش نمیاد. همچنین اگه دوره VIP کسب درآمد از یوتیوب رو شرکت نکردید، حتما توصیه میکنم که این دوره رو شرکت کنید. توی 8 ماژول بهتون آموزش داده میشه که 0 تا 100 یوتیوب چه کار کنید و در نهایت کانال خودتون رو درآمدزایی برسونید و بازدیدهای ویدیوتون رو هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر کنید. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید. یادتون نره که کانال حتما سابسکرایب کنید. من سعی میکنم هر روز براتون آموزش بذارم تا در مسیر یوتیوبر شدن به شما کمک کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.